بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیز، امروز روز 11 هم درس ورد 2013 است. خب ورد خدا باز میکنیم. ورد باز شد و یک بلانک داکیومنت میگیریم. خب در مینوی تب بودیم دوست عزیز، در تب انزرت بودیم. خب تیبل خواندیم و امروز از بخش illustration، یعنی از گروه illustration درس خود شروع میکنیم. درست است؟ illustrations یعنی امون بخش تصاویر است در کل، یعنی گرافیک است. با اینا سر کار داریم امروز. خوب متوجه باشین که ما در چی کارا کدام میتونیم. درست است دوست عزیز؟ خب یک کمی محتویات در درج میکنیم در داکیومنت خود. یک پروگراف محتویات درج کردیم، عنوان هم میتیم محتویات خود. امو افغانستان سیست کنترول قوس کم بزرگ ساخت، کنترول بی بول ساخت. درست است؟ شما یک محتویات نوشتین در رابطه با یک موضوع، بنان ضرورت میشه که در امی محتویاتون شما یک پکچر رو منظرت کنین، یک عکس بیارینی. اتون هم شما مثلا خیلی از محتویات اگر دیده باشین شاید هم عکس ضرورت نشنی، اما بودن عکس یا بودن بعض اشکال دیگر محتویات یا داکومنت شما رو جالبتر می سازنی. شما باید استفاده کنین از پکچر، پکچری که مربوط در موضوعتان باشه. خب چطور مثلا میتونین شما پکچر وارد موضوعتان بسازین؟ اینجا آیکن پکچر است، پکچر رو کلیک میکنین. زمانی که دوست عزیز شما پکچر کلیک کردین، از شما خواسته میشه که پکچر از کجا میارین. درست است؟ از هر جایی که پکچر داشتین در کمپیوترتان شما میتونین که امو قسمت انتخاب کنین تا پکچر بیاید. مثلا قسمت مای پکچر، ما همینجا یک تصویر است، تصویر را انزرت میکنم. تصویر انزرت شد. درست؟ وقتی تصویر دوست عزیز انزرت شد، تب فرمت اتوماتیک ایجاد میشه. درست است؟ در اینجا یک سلسله گپ هست که شما میتونین که استفاده کنین. قسمت اولش ریموف بکگراند است. وقتی کلیک کنین، البته تصاویری که بکگراندش این بکگراند از این تصویر، اگر شما دوست عزیز متوجه باشین، باشید کم کلان کنم، خورده کلان ساختن هم ایست گروه یزید کلیک کنین. این قسمتی که در شنگ از تصویر آمدین شکل چی بگرد میتونید که تصویر تانه کلار کنین. از این قسمت هم میتونید تصویر تانه بچرخانید، یعنی روتیشن بتین برش سیست بچرخانید. خب بگراند از این تصویر دو سایز اگه متوجه باشین، بگراند از یک رنگ نیست، ترکیب از چندین رنگ است. سیست در این دو حالت ها باز از بین بردن بگراند توسط از این آپشن اونقدر درست نمیه. در صورت میشه که بکگراند یک رنگ باشه، مثلا یا سفید باشه یا سیاه باشه، یک رنگ باشه، میتونه که ریموف کنه برتون بکگراند عکستون. درست است؟ خب من در قسمت بعدیش، در این قسمت دوست عزیز عکستون اگر دیده باشین رزولوش چیشه، امی روشنی و گپاشت میتونین تنظیم کنین. خب به کدام شکل باشه؟ سعی کنین تاریک میسازین یا روشن میسازین، مکمل، به هر اندازه که شما تصویر روشنیش قبول کردین مناسب بود امور انتخاب کنید. درست است؟ قسمت کالر است. دوست عزیز بعض اوقات شما مثلا فرزند پرینتر یا سفید دارینی، داکیومنتان عکس رنگ است، وقتی که چاپ میکنین امکان داره که در پرینت درست نبیه. خوبتر است شما تصویرتان یا سفید کنید. مثلا این تصویر یال رنگ است نی؟ در قسمت فرمت بیاین در اینجا چی کنیم؟ سیاسفید بسازیم. چی شد؟ سیاسفید شد. آرتستیک افکت، بعضی افکت هاست که شما دوست عزیز میتونین که استفاده کنین. سعی کنین مثل که در فوتوشاپ هم داریم، اگر کار کرده باشین افکت هاست که میتونین که سر تصویرتان پرتینی. درست است؟ افکت های اونری بود که شما میتونین استفاده کنین. و کمپریس، وقتی کلک کنین دوست عزیز تصویر شما را کمپریس میکنه، یعنی
می فشوره فشورده می سازه درست اوکی بکنه یا البته او قفا میده نمیشه البته وقتی کمپرس میکنین یک اندازه در سایز و در حجم عکستون هم تغییر میده درست است دیگه موضوعتان چینج پکچر کدام تصویر دیگه ضرورت دارین البته ای اگر میخواین که آفلاین بگیرین یعنی در خود کامپیوترتون است بازی قسمت کلیک کنین میتونین یک تصویر دیگه را چینج کنین بگیرین در هر جایی کامپیوترتون که شما تصویر دارین میتونین تصویر انتخاب کنین بیارین خب ما تو تصویر دیگه ندارم میتونستم که برتون بیارم ریسیت پکچر وقتی شما پکچر را کلون میکنین رنگ میتین هر چینجی را که میارین هر تغییراتی که روی پکچر میارین خوشتان نامد پس میتونین که ریسیت کنین سیز و ریسیت پکچر ان سایز هم میتونین که شما پس ام سایزش ام تمام تغییراتی که آوردین دوباره ریسیت میشه یعنی به حالت اول خود برمیگرده درست؟ خب وقتی باز کلیک میکنین دو سایز در این قسمت پکچر استایلز است بعضی استایل هاست که شما هم میتونین انتخاب کنین این قسمت کلیک کنین خب پکچرتون به شکل مثلا یک فریم دار داشته باشه و یک انعکاس هم داشته باشه مثل سایه و یا به هر شکلی که شما انتخاب میکنین میتونین که تصاویر بر تصویرتون انتخاب کنین در جایی که ضرورت میشه سایز قسمت بود چی؟ استایلش به این شکل خواستین به هر شکل میتونین انتخاب کنین پس کنترل زد میکنم خب باز کلک میکنین در این قسمت پکچر باردر دارین اگر یک باردر برش انتخاب میتونین از این قسمت انتخاب کنین میبینین باردر گرفت نی؟ یک چارچوب کات گرفت پکچر افکت باز افکت هاست که در او قسمت آن بود اما یک دانه و شما میتونید بیشتر افکت ها را اینجا سر پکچر تا رو موضع کنید بیشتر افکت ها سرش ایمان میشه پکچر لی اوت داریم خب مثلا برای پکچرتان یک لی اوت انتخاب میکنین ماشین میبینین در قسمت بالا مثل یک تکست باکس و یک چیز آمد شما میتونین در این قسمتی که از یک شرح نشته کنین مای فوتو سایز 1392 یک لی اوت بخش انتخاب شد خب یه بود بخش تا این قسمت از خب یال آمدیم قسمت پوزیشن اگر یال متوجه باشین تصویرتان در کدام قسمت است در طرف چپ است تصویر یال کلان است اگر من خوردش کنم کمی به کدام پوزیشنش یا موقعیتش در کجاست به طرف چپ است شما میتونید که پوزیشن چه تغییر بده خب در راست باشه و بین تکست ها باشه خوب سعی کنید میبینید در این قسمت باشه در قسمت پایین کنج ورقتان باشه در هر قسمتی که پوزیشن شه یا موقعیت شه شما میتونید که تغییر بدین صحیح؟ خب من محتویات خود کمی زیاد میکنم که بعضی گپای دیگه هست که یاد خب زیاد شد تصویر کجا شد این پروگراف انتخاب کردم انتخاب میتونی قد کرسر رو انتخاب کنی کنترل شیفت در کی بالا انتخاب شد کنترل سی کپی میکنه کنترل وی پیست کردم اینه خب در قسمت فرمت آمدیم قسمت پوزیشن شخفا میدنی مهم قسمت رپنگ تکست است
سعی کنید دوست عزیز ای فعلا از جای خودش انتقال کنه نمیتونه سعیز شما در قسمت چند گپ است برای از که بتانین ای تصویرتان انتقال بتین سعی که ما یال سلیکت میکنم ایچ انتقال کنه نمیتونمش درسته؟ در قسمت بین اگر گرفتین in front of the text باز ای قابل انتقال میشه و در هر جایی که بانین اگر تکست داشته باشین یعنی متن داشته باشین بالای متن می باشه در قسمت wrap text اگر گفتین که behind the text بنان ای در پشت متن میره درست است؟ و استایل های دیگه اسکوایر اگر گرفتین ای به شکل یعنی امی تکستتان یا متنتان به شکل مربع ساختی را احاطه میکنه و بیشتر گپای دیگه اگر ادیت رپ پوینت گفتین با شما میتونین دوست عزیز که ای را سعی کنین تصویر مطابق به هر خواستی که شما دارین میتونین که نظر به می چارچوبات تکست شما به مو شکل بر خود میگیره خوب سعی کنین درسته؟ edit point بود و به می قسم تا move with text fix position on page more layout option set default اینا آپشن های ساده است fix position on page که گفتین باز می تانن که در صفحه امی پوزیشن یا موقعیت از ایره fix برابر در نظر بگیره و layout های بیشتر است که اینجا انمی behind the text و اینمی ها کل گپ هایی دارم اونجاست که شما خوانده درسته؟ خب یکی دارین bring forward دارین bring back word دارین خب باشین که یک تصویر دیگه هم بیارم یا ضرور نیست تصویر ما یک شپت میارم دمی insert میارم یک شپت میارم فعلا عکس ما در کجاست؟ در پشت از این شکل است نی؟ در پشت این شکل بایزوی وقتی میخواین که پیشروی از این به بنان بگین که bring forward پیش از این اگر گفتین send backward یعنی که در عقب از این ببر میره در عقب از این و selection پنام که کلیک کنین در اینجا selection میه خب چی را میخواین سلیک کنین؟ اولا میخواین سلیک کنین کمی شکل است یا میخواین که پکچر را سلیک کنیم سیست؟ این گپ ساده است قبایم نیست شد این قسمت خب بحث دیگه align left, align center, align right و align top و middle و bottom یا distribute horizontally, distribute vertically اینا چی گپ است وقت align کلک میکنین تصویر به طرف چپ میره سنتر دما وسط میه رایت به طرف راست میه در حقیقت الائنمنت از ایست سیز ویو گرید لاینز در پشت امی بگراوند خود صفحه شما مثل کتابچه های سابق اگر دیده باشین شکل چارخانه اگر چارخانه اگر داشتنی مثل از اوری برای شما یک گرید لاین میره خب ای در وقتی ما بخوایم امی محتویات خدا با امی عکس و امی شکل بیضوی ساخته یا آبی رنگ اگر بخوایم چاپ کنیم روی ورق آیا او خطی که چارکنجک در پشت سر اسقاط آمد یا نی؟ برای فهمیدن از این شما چی کار باید کنین؟ در فایل میرین، در قسمت پرینت میرین قسمت پرینت پریویو این قسمت پرینت پریویو تا میایه؟ نمیایه نی؟ بنان از خاطر تا نزو قسمت جمع باشه که او شکل چارخانه ای در چاپ نمیر و اگر خواستین که پسی را از بین ببرین در insert خب insert format قسمت format در این قسمت view grid line از بین ببرین و در اینجا تنظیمات بیشتر هم دارین کمی grid line ها را چی رقم تنظیمات شکنین تنظیمات است که ببینین صحیح است؟ مثلا خانگکاش خورد است خورد کلان کنین همه گپایش است تنظیمات بیارین باز ببینین نتایش است
درست است؟ یو که بحث های مهم نیست. خب بین در بخش دیگه تصویر تان است سیز تصویر چی کنین؟ روتت بتین. روتت یعنی چرخاندن مانا میتن 90 درجه به طرف راست 90 درجه به طرف چپ فلیپ ورتیکل و فلیپ هوریزونتال کاملا برعکس میکنه به شکل چی؟ عمودی. More rotation options. آپشن های بیشتر اگه خواستین در این قسمت باز اینجا هم است. خب هاید از این چقه باشه؟ ویدش چقه باشه؟ یعنی برش چقه؟ روتیشن به چند درجه؟ به 6 درجه. اوکی کنین به مو اندازه که شما خواستین چرخ میخوره به هر درجه که شما خودتان قبول کردین. درست است؟ خب یک موضوع دیگر هم دوست عزیز اینجا ببینین. این تصویر شما دارین نی؟ تصویر امکان داره خیلی بزرگ باشه کاملا کلش کارتان نشوه باز از قسمت کروپ میتونین که ایره یک قسمت چه قطع کنین. خوب سعی کنین چقی از این کار است مثلا این قسمت از این کار است تا این قسمتش نی؟ انتر برون با مو هر اندازه که شما قسمتش کارتون بود اما قسمت میتونین که از او با قسمت انتخاب کنین متواقیش قطع کنین. فهمیدین این هم؟ این دیگه این قسمت دیگه اندازه عکستان است میتونین خورد کنین از این قسمت برش زیاد و کم کنین سیست؟ درستان خورد میشه که از این قسمت این ضرور هم نیست شما از این قسمت میتونین که از خود عکس هم خورد کلان کنه. درست است؟ خب این بود آوردن عکس و کار کردن روی عکس. موضوع دیگه چی است؟ کنترل شیفت اروکی بالا انتخاب میکنم سی پروگراف و دلیت میکنم. در قسمت انزرت آنلاین پیکچرز. آنلاین پیکچرز دوست از زمانی که شما کنکت باشین به اینترنت وقتی کنکت باشین بعضی تصاویر در اینترنت در سایت مایکروسافت که microsoft.com است وجود داره از اونجا شما خیلی تصاویر میتونین که در کامپیوترتون بگیرین در صورتی که در اینترنت کنکت باشه این وقتی کلیک میکنین تصاویر در این قسمت برتون میایه لود میشه آنلاین میایه و اگر خواستین که آفلاین بگیرین خب آفلاین نوست که از کمپیوتر خودتان بگیرین سیست ورک آفلاین کلیک کنین در هر جایی که عکس دارین عکستان بیارین در غیر از او اگر آنلاین می بودین عکس ها برتان لوت می شد برتان می مد مثلا کمی نشته کنین عکس کمپیوتر صدها عکس کمپیوتر رو برتان میاره سیست وقتی نشته کنین کیبورد صدها عکس کیبورد برتان میاره می تونین که انتخاب کنین سیست این در صورت آنلاین و موضوع دیگه شپس یعنی اشکال بعضی اشکال ضرورت میشه شما اگر دو سه عزیز دیده باشین یکان جایی مثلا نشته است که مرکز آموزشی افغان آی تی نی فرزن بازو مثلا در سر سرک است باز تیر میزنه که اونم تیر نماینگر عزیز که داخل کوچه است فرزن سیز از این اشکال وقتی که ضرورت میشه شما میتونید که استفاده کنید. درست است؟ مثلا این شکل انتخاب کردید و زمانی که شما شیپ میگیرین اتوماتیک اینجا دیزاین ها میه با کدام شکل دیزاین شما انتخاب میکنین سیست؟ شیپ فیل چی رنگ او داشته باشه همین داخل از یکی یعنی پر باشه با رنگ سبز فرزن باشه اوتلاینش با کدام رنگ باشه با رنگ سرخ باشه سیست؟ افکت داشته باشه نداشته باشه سعی کنین مثل سایه یا رفلکشن باشین یک افکت بول انتخاب کنین میبینین این تو برجسته معلوم میشه نی؟ مثل تو فکر کنین که یک جسم است ماندگی سک میتونین که انتقالش بتین خب در امینجا دو سایز اشکال مختلف است که شما نظر به ضرورتان میتونین از او اشکال چی کنین؟ استفاده کنین مثلا شکل یک کاغذ که لوله باشه نی؟ با شما میتونین که دمی مثلا محتویات نشته کنین رایت کلیک کنین روش
add textbook in. Say so. Let us learn together. Let's learn together. Says? Why you are acting on a meter in part designed the kick in just talk. Says? Lord Barton, I got Dodash of Kodam et Loya meter in design conin. Missiles, Rohat meter in Kazashkols for the conin. Design conin. What Bishar Ashkol the Ganja Hamas? Ho, Mazalan Azi Ashkol. چی وقت استفاده میشه؟ حدس بزنیم؟ بگوین یکتان؟ هر کدامش کاربرد خاص خود داره نی؟ این قسم اشکال مختلف اشکال دارین شما استفاده کنید درست است؟ اگر بخواین برش تکس پردین تکس هم انداخته میتونه نی؟ خب الان این تکس امکان داره که شما اینجا وقتی متن نشته میکنین متن در قسمت چپش باشه از اینجا الان منش تغییر بتین سیز دیگه دوست عزیز گپایش این گپای مثل پکچر وارست برینگ فوروارد و سند بک وارد و پوزیشن و رپ تکس و همه گپایش درسته بود که در پکچر خوانده سیز امو گپاست خب بعد از این زر دیگه چی دارین؟ سمارت آرت دارین خب موضوع سمارت آرت دوست عزیز هدفش همون دیاگرام است سیز؟ خب دیاگرام چی وقت شما دوست عزیز استفاده کرده میتونین خوب متوجه باشین؟ دیاگرام شما دوست عزیز زمان استفاده کرده میتونین که مثلا شما یک پروسس یک مسئله را نشان بتین سایکل یک تاسک یا یک وظیفه را هایرارکی را نشان بتین یا ریلیشنشیپ سیز؟ پروسس چی مانا دوست عزیز؟ شما مثلا در یک کارخانه کار میکنین مثلا بر شما کسی بگه که مثلا شما امیچی را تولید میکنین فرضاً بر شما چی بگه؟ شامپو را تولید میکنین سیز؟ امی پروسس تولید شما چی رقم است؟ سیز این پروسه تولید شما یا روند کاری شما چی رقم است چی رقم پروسس میشه از شما یک کسی می گزارش میگیرنی خود شما اگر بشینین بگین که ما مثلا شامپو رو به شکل باز از اینجا که رفت اونجا کارتن میشه از اونجا که رفت اونجا لیبل میخوره از اونجا رفت اونجا میشه نفر گنگس میکنه اما یک دیاگرام باشه یک شکل باشه که نشان بتین تمام استیجش بسیار آدم راحت رو میفهم یا مثلا سایکل دوران مثلا نمی آب آب اگر شما برای یک نفر تشریح بتین که آب مثلا به بخار تبدیل بشه بازی میره به شکل باران و برف میه و بازی به چشمه ها و دریاها سرازیر میشه و بازی تو میشه و تو میشه بسیار گفت است نی؟ یا مثلا مواد غذایی را بر شما یک کسی بگه که زنجیره سلسله یعنی مواد غذایی نشان میتین شما که تشریح داده برین نفر در نیم ساعت گنگس میکنین اما یک دیاگرام باشه یک شکل باشه بسیار مقبول رو نشان میتین و آدم کل گفت یک لحظه میفهمه یا مثلا هایرارکی یک کسی بگه در این انستیتوت چند دپارتمنت هست شما شروع کنید دیاگرامش پرینت کن بتش اینی چیز سک مدیر اینی آدم است اینی دپارتمنت ها سک مثلا اینی دفتر است همه چیش به شکل دیاگرام نی؟ یا ریلیشنشیپ یا ارتباطات کس مثلا بر شما یک کسی برتان بگه که چی تانه بتین شجره فامیلی تانه بتین سیز؟ شجره فامیلی تانه خب تو برش نیم ساعت پیش تشریح ما چهار بیادر هستیم بچه فلانی هستیم بازو بچه فلانی است بازو بیادر فلانی بود بسیار درد سر است نی اما شما شجره فامیلی تان میتن دیاگرام بکشین و دیاگرام وقتی نشان بتین بسیار آدم زود میفهمه مثلا که شما چی میگید سیز در این تو حالت ها شما از دیاگرام استفاده میکنین البته دو سایز سعی کنین در ورد شما زمانی که بخواین یک دیاگرام استفاده کنین در قسمت انزرت مین اسمارت آرت کلیک کنین براتون ای ویندو می هست در ای ویندو شما انواع دیاگرام ها دارین لیست دارین پروسس دارین سایکل دارین هایرارکی دارین ریلیشنشیپ دارین متریکس دارین پرمیت دارین پکچر دارین office.com دیگه هم هست نه
خب اینا لتو نمیشه دوست عزیز. بر شما یک کسی بگه که در رابطه مثلا با پروسس امی کارخانه شامپویتان امی پروسای کاریتان برای ما نشان بدید که چه قسم میشه، شما باز بگیرین از دیاگرام استفاده کنین که مثلا مربوط هایراکی باشه که هیچ دور ربط نداشته باشه نی؟ بنان هر دیاگرامی را که شما استفاده میکنین اینا را به خاطر ما برتون میگم که شما امکان داره بعد از اینکه وقت این پروگرامای کامپیوتر را میخونین میرین دیگان دفاتر کار میکنین، صحیح است؟ یک کس هستین وقت در فیلد کار میکنین باید دیاگراما را کاربردش بفهمین که در اینجا ما از کدام دیاگرام استفاده کنم، درست است؟ خب انواع دیاگراما دوست عزیز که من اینجا تشریحش نوشتم فقط یک تا یا دو تاش براتون تشریح میکنم، متوقعش اگه خواستین باز میتونم خودتون بخونین، درست است؟ مثلا دوست عزیز از دیاگرام لیست میگه these diagrams visually represent list of related or independent information، یعنی معلوماتی که اگر داشته باشین که این معلومات با هم ارتباط داشته باشه شما میتونین که باز ایره از این دیاگرام لیست استفاده کنین، و یا independent information یعنی که هیچ معلومات با هم معلومات های مستقل باشه با هم ارتباط هم نداشته باشه شما میتونید توسط لیست دیاگرام نشان بتینی یا توسط پروسس. میگه this diagram visually describe the ordered set of steps that are required to complete a task. شما زمانی که یک وظیفه را بخواید که کامپلیت اونمو مراحل از رو نشان بتین توسط دیاگرام پروسس استفاده کنه. یا مثلا سایکل. Cycle, this diagram represents a circular sequence of steps, tasks, or event, or the relationship of steps, tasks, or events to a central core elements. For example, the looping process for خوب تا آخرش. مثلا امی زنجیر چی را که برتان گفتم؟ چرخه امی مثلا آب نی؟ دوران آب. که آب میره چی شکل میشه، چی شکل میشه، پس میره به چی شکل میشه نی؟ یعنی پروسیسی رو میتونی توسط یک سایکل نشان بدی به شکل یک دایره‌ای مثل که یعنی پروسه رفت باز ای کار شد، ای رفت ای کار شد، ای رفت ای کار شد نی؟ و دیگه مثل هایراکی مثلا این چی وقت شما دوست از استفاده میکنین؟ وقتی که شما ارگانایزیشن اور انتیتی ساختار شد بخواین بایم کنین، مثلا یک دفتر هستین میخواین ساختارش نشان بدین، خب اینی ریاست ماست، اینی دپارتمنت هست، این دپارتمنت باز میتونید که از این استفاده کنید. یک مثال شد برتان میارم که برتان هاش بفاید که چی میگم. خب فرضاً ما میگم در قسمت سمارت آرت از یکی از امی دیاگراما استفاده میکنیم، خوب متوجه باشین فرضاً از هایراکی سیست یکی از یار انتخاب کنین، اوکی بگین آمد نی؟ در این قسمت مثلا نشته کنین، اندازه فونتتون هم میتونین که خرد کنین. خب مثلا در یک دفتر هستین دیاگرام کارمندایتون نشون میتونی از همین کلانایی که در اونجا هست، مثلا مهدی هست رئیس نی، شفیق هست مثلا معاونش، سعی کنیم ایتو لیول نشان میتنی. خب فرضاً شفیق شد از دست راست، دست چپ خانوز ندارنی، بنان این قسمت انتخاب کنین، رایت کلیک کنین یا در قسمت های بالا هم هست. خب اد شپس خونی قسمت انتخاب کردین، قسمت بالا رو ما مهدی را انتخاب کردیم، در قسمت پایین بین بگین اد اسیستنت، میبینید طرف چپش یک نفر دیگه هم اضافه شد، مثلا باشه کریم، درست است؟ به می شکل مثلا زیر دست از این آدم ها کدام کی ها کار میکنه شما میتونید که اینجا بیاریم. خب به این شکل بسیار راحت یک کسی میفهمنی. اگر خواستین بر از یا هم میتونین نفر چی کنین؟ استن بیارین.
خب اگر این انتخاب شوه در قسمت شپس، اگر اد شپ آفتر بگویم چی بنا میتن؟ اد شپ بیفور، اد شپ ابوف، اد شپ بیلو. بیلو که انتخاب کنید در پایین از این یک کس دیگه جور میشنید. باز انتخاب کنید اد شپ بیلو. میبینید؟ به شکل میتون شما جیوگرامتون رو بسیار ساده نشون بدین. خب به این شکل هر کس میفهمه که ساختار این دفتر چی است. رئیسش کیست، معاونینش کیست، باز نفرای کارمنداش کیست، باز تحت او دپارتمنت ها کی کار میکنه، بسیار ساده فهمیده میشنی. خب شما این دیاگرام انتخاب کنین، قسمت فرمت دارین. دیاگرام انتخاب کردین. خب در قسمت دیزاین بین شما دو سه انواع دیزاین است که تغییر دادین به شکل نی. انواع دیگر دیزاین های مختلف است که شما میتونید انتخاب کنین. چنج کالر رنگاش ها میتونید انتخاب کنین. ببینید دیاگرام دیزاین های مختلف میگیرنی. و در این قسمت هم که شما فهمیدین که چی است؟ اد شپ است. باز شما میتونید که در کدام قسمت مثلا اضافه کنین. اد شپ آفتر یعنی که بعدن بعد از این همه هر جایی که سلکت میکنید میگی مثلا بعد از این یک دانه شپ اضافه شد و اضافه میشه و تا آخر هر قسمت شد شما کار کنین. ساده است نی؟ کجا کجا اضافه میشه؟ ساده است که تسپن هم که کلک کردین در اینجا یک تسپن میه که شما میتونین که نامه رو مثلا ادیت کنین. مثلا مهدی میگه که ایتو اسپل میشه، برای میتونین تو اسپلش تغییر بدین، در خودش هم میتونین نی؟ پس خواستین که نباشه تسپنه از بین میکنین. رایت تو لیفت وقتی گفتین خوب سعی کنین تکست هایتون تغییر میکنه. الائنمنتش چیش همی زنده دیاگرام تغییر میکنه، تغییر میکنه لی اوتش. این قسمتی که یال گرفتم خوب متوجه باشه لی اوت. اگر قسمت انتخاب کردین این قسمت فال شد، خب تا اگر گفتین که قسمت لی اوت لفت هنگینگ یعنی که قسمت بالا می باشه، کل دیگرش دمی قسمت پایین از او مثلا کشال می باشه. خب یا نبرتان بگم سیست. اگر رایت گفتین به طرف راست کلک کنیم، کلش به طرف راست شد. چپ گرفتین چپ، بار دو طرف گرفتین بوت انتخاب کنید. خب هر قسمت را که انتخاب میکنید باز نظر به او هنگنگ میشه. فهمیدین ایره؟ ای بود کدام قسمت؟ قسمت سمارت آرت. مختلف دیاگرام است، سایکل پروسس نی؟ مثلا سایکل یک از یار انتخاب کنین، اوکی کنیم، بران سایکل میه در قسمت دیزاین تونین که به شکل انتخاب کنیم. سیز چرخی حیات مثلا تمثیل کنیم، درست؟ مثلا اگر این قسمت برای شما میتونین که سایکل است که مثلا شما یک دفتر دارین، یک جنس تولید میکنین، از این سایکل استفاده کنین. مثلا رئیس است یا کس است از شما گزارش میخواینی، یا یک کسی دیگه اسمه میگه می پروسه کاریتان رو بر ما شرح بدین که چه شکل است، برای شما از این دیاگرام استفاده کنین که مثلا اول چی کار میشه، بعدن چی کار میشه، بعدن چی کار میشه. مثلا در این مرحله از مشتریایی که ما داریم فیدبک میگیریم. فیدبک به این معنا که وقتی ما جنس بردیم باشن تسلیم کردیم گرفتن، پس فیدبک میگیریم، نظریشون میگیریم که اونا راضی هست یا نیست. برتون نشته میکنه مشتری عملا کتبن که مثلا مال شما خوب بود یا خراب بود، یا کیفیت داشت یا نداشت، کل چیز برتون نشته میکنه. بران میگین این مرحله مثلا فیدبک گرفتن است، بازی مرحله مثلا ای کار است، ای کار است، تمام سایکل کارتون نشان میده. درست است؟ خب و دیگه دیاگرام هست که شما میتونین استفاده کنید. ساده بودی؟
بعد از دیاگرام دوست عزیز از چارت میتونید شما استفاده کنید. صحیح؟ از چارت چی وقت استفاده میکنید دوست عزیز؟ زمانی که شما مسائل حسابی داشته باشین بران از قسمت چارت بس استفاده کنید. البته چارت هم انواع مختلف داره که هر کدامش کارکردهای خود داره. خب چارت هم برتون گفتم که کالم بوده میتونه، لاین بوده میتونه، پی بوده میتونه، بار بوده میتونه. هر کدامش این تعریفشون برتون نشته کردیم که از وقتی که امی چارت کالم چی وقت استفاده میشه میگه this chart show how values change over time. قیمت ها نظر به یک زمان وقتی که تغییر میکنه شما میتونید از این چارت استفاده کنید و همه قسم تشریح دیگاتش. درست است؟ مثلا یک عکس شما اینجا برتون نشان بتم باشه دارم من اینجا فکر کنم. ای چی بود دوست عزیز؟ این دیاگرام است یا چارت؟ دیاگرام است نی؟ دیاگرام سایکل است. خوب سعی کنید دوست عزیز اینمی پلانینگ سایکل. وقتی پلان گذاری صورت میگیره روی یک پروژه اینو یک سایکل مراحل تای میشه. لوجستیک اسسمنت تای میشه، ریویو اسسمنت، پلان، ریویو پلانز، اگینست پروگرام، ایمپلمنت، مانیتورینگ، ایوالویشن، اگزیت استراتژی. سیز اینه تو مرحله سر یک پلان گذاری مثلا یک پروژه وقتی گرفته میشه باید مراحل تای شه. باید فکر کنم که یک اکس چارت هم من یعنی چارت اینی دو سایی ازید یک اکس از چی سک؟ از چارت است. خب باز چارت چی وقت شما استفاده کده میتونین؟ وقتی که شما چی کنین؟ We can use a chart to present numerical information in visual way. وقتی که شما معلومات عددی داشته باشین سیست معلومات حسابی داشته باشین خوبتر از کوره به شکل ویژوال نشان بتین، یعنی به شکل چی؟ تصویری نشان بتین، بصری نشان بتین. این بسیار قابل فهم میشه. خب که اینی مثالش است. خوب سعی کنید دوست از اینجا بعضی گپاش یاد بگیرین که در چارت چی چیزا شما دارین. اول دارین چارت تایتل دارین سیست؟ این قسمت هم میتونین که عنوان بتین بر چارتتان سیست؟ دیگه چارت ایریا است، امی ساحهی که چارت چوکاتی کسه که چارت در اونجا ایجاد میشه برای چارت ایریا میگه. خب دیتا مارکر دارین، مثلا اینی خط خاکی رنگ، نارنجی و سبز، این را دیتا مارکر میگنی، یعنی اطلاعاتان شما در اونجا سنجش میکنین که چی وضعیت داره، او را به نام دیتا مارکر یاد میکنه. و پلات ایریا اونم ساحهی که چارت ایجاد شده او را پلات ایریا میگه، بدون از او جای کلانه که چارت در اونجا مانده میشه. سیست؟ و دیگه محور عمودی دارین که محور وای گفته میشه و به محور اکس دارین. خب وای اکسس و اکس اکسس، اینی محور افقی است و این محور عمودی در ریاضی خوانده نی محور اکس و وای. و اینی قسمت مثلا صفر و یک و دو و به شکل کتگوری اینا رو به نام لیول یاد میکنه. سیست؟ و این قسمت که همی شکلایی که مثلا برتون تشریح کرده که خاکی رنگ چی کار میکنه، چی را نشان میده، نارنجی چی را نشان میده و آبی چی را نشان میده، ایره به نام لژند یاد میکنه. سیست؟ لژند. خب بین دو سایزیز که کار کنیم عملا که برتون ساده شوه. خسته خو نشدینی؟ خب چهار کلک میکنیم، از کالم چارت استفاده میکنیم، فرضاً این چارت انتخاب کردیم، چارت انتخاب کردیم، اوکی میگیم. البته در اینجا چارت هایی رو که شما میگیدین چارت ها رو میتونین هم دو بودی نشان بدین هم سه بودی نشان بدین. خب فرضاً ما میخواییم که چی رو نشان بدیم؟ سه تیم فوتبال است نی؟ فرض کنین تیم میوان است، وقتی بگو یک تیم
آزادی است. دیگه شو بگیم آزادی یک تیم بگیم حسین استقلال سایز چند تیم شد؟ سه تیم. کدام روزا مسابقه داشتن؟ مثلا ساتردی بوده سایز؟ سنده بوده. البته شما وقتی که چارت ایجاد میکنین یه قسمتی که اطلاعات دانه وقتی نشان میتین او باز اکسل باز شده چارت اکسل ساخته برتون آورده خون سنده منده روز دوشنبه و تیوزده چند روز؟ چهار روز. خب در روز شنبه روز شنبه میوان مثلا سه گل زده، در روز آزادی یک گل زده بود سیست، استقلال مثلا هفت گل زده، ساتردی ای ما پنج گل زده، ای هشت گل زده، ای مثلا دو گل زده سیست. سیست مثلا در روز دوشنبه میوان یک گل زده، یک گل نزده و ای مثلا سه گل زده سیست. در روز سه شنبه ای یک گل نزده، آزادی ما فرزن پنج گل زده و ای هم دو گل زده. درست است؟ خب این قسمت چهار تا بسته میکنم اینال ببینین کلگه پایتان همینچه. خب معلوم دار میوان باز جسای عزیزی را از سرچور کنیم که برد ما مشکل پیدا کرده بود. میوان آزادی استقلال درست است؟ سنده منده تیوزده و ونزده دو گل خب شش گل یک گل سیست دو گل پنج گل دو گل پنج گل یک گل یک گل سیست سه گل یک گل و این هم دو گل. خوب اینجا دوستای عزیز نظر به زمان برتان نشان میتنی روز به همین شکل دوستای عزیز شما میتونید چارتای زیاد را استفاده کنید سیز. خب برای امروز بس از دوستای عزیز سر از فردا بخیر درس خودان از امی آپشن اسکرین شات هم یک متوجه باشین باز بس از برای دیگر سیز که از این بخش خلاص شد اسکرین شات دوستای عزیز به این مناسبه که فعلا امی اسکرین کمپیوتر تان پیشتر هر پروگرام دارین هزار قسمت شما میتونید یک عکس بگیرین سیز. قبلا این قابلیت نبود در ورژن های پایینه امی آفیس نی از 2010 و 2013 اینا آمد. بسیار ساده مثلا شما در اینمینجا درباره کمپیوتر گپ میزنین سیز یا درباره ویندوز میخواین یک مطلب نشته کنین سیز. مثلا اینجا آمدین در رابطه با دسکتاپ در رابطه با دسکتاپ یک بعض مطالب نشته کردین این اشته شد یا آمدین در رابطه با آیکن گپ زدین در رابطه با آیکن های روی دسکتاپ گپ زدین که آیکن چی است و چی است و چی است یک مطالب نوشتین. ضرورت میشه که شما اینجا شکل آیکن هم نشان بتین بران سابق بود مجبور بودین که یکان پروگرام اینستال میکردین یا میرفتین از طریق از او سنپشات در ویندوز 7 که بود استفاده کنیم ویندوز 8 هم دارنی
ضرور نیست که برین شما دیگه از دیگه پروگرام استفاده کنین، مستقیم از اینجا اسکرین شات کنین. اسکرین کلیپینگ از کجا؟ مثلا میگین که انیمی آیکن است، میبینیم در ورد چی آورد؟ از این قسمت یا مثل عکس وری آمده دیگه نی؟ کلاش هم تغییر بتین مثلا این یا هم شد در رابطه با چی؟ در رابطه با آیکن میگن این نمونه آیکن، این مثلا آی کمپیوتر است و ریسایکل بین در روی دستان. به این شکل هزار چیز دیگه شما میتونید که اسکرین شات بگیرید، درست؟ خب یه بود دوست از در کل بخش الستریشن تصاویر، درست است؟ امین الله توفیق بر امروز بس است.